سلام و درود دارم به همه هموطنان عزیزم در همه جای دنیا، خاصه در ایران. باز هم در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. این چند روزه مصادف هست با مسئله کودک، بحث بچه ها در دنیا، در ایران، در همه جای دنیا. روز 16 مهر روز کودک در ایران، روز دو روز بعدش روز دختر بچه ها در جهان از طرف سازمان ملل متحد، و من رو وادار به این کرد که باز هم یک نگاه دیگری در رابطه با امروز و فردای ایران به جامعه خودمون بیاندازم، به فکر بچه های خودمون. میدونید که به هر حال از هر چهار نفر تقریبا یه نفر توی جمعیت ما در ایران جز بچه ها به حساب میاد، یعنی 23% کل جمعیت ایران زیر 18 سال قرار داره. این به چه معنیه؟ به این معنی است که اگر که ما بخوایم یک برنامه ریزی داشته باشیم برای امروز و فردای مملکتمون، اگر این سازمان های برنامه ریزی، این برنامه هایی که در هر کشوری انجام میشه، من جمله در ایران جمهوری اسلامی که امروز برنامه ششمش مطرحه، میبینیم که با وجودی که یک چهارم جمعیت ایران زیر 18 ساله، در برنامه ششم توسعه یک خط هم در مورد این یک چهارم جمعیت نوشته نشده، یک مورد هم بهش اشاره نمیشه که این بچه هایی که امروزشون و آینده مملکت ما به عهده اونهاست، سرنوشتشون چیه؟ چی کار باید کرد؟ با اینها چه برخوردی باید کرد؟ اینها چه امروز و فردایی رو دارن؟ اینها آیا باید ساخته بشن برای ساختن جامعه؟ همه اینها مسائلی است که این مباحث رو به دنبال خودش داره، چه اینی که ما روز کودک در ایران داشته باشیم، چه نداشته باشیم، چه روز جهانی دختر بچه ها رو دنبال بکنیم یا نکنیم، همه اینها در این مقوله می گنجه. من فکر می کنم که اگر باز بیشتر دقت بکنیم به این قضیه، می بینیم که ما نه تنها در برنامه های توسعه مملکتمون در مورد بچه ها هیچ گونه حرفی نداریم، بلکه اصلا به نوعی برای این که ببینیم بچه کیه، به چه کسی بچه میگن، کودک یعنی چی، در این هم مشکل داریم. یکی از این مواردی که در ایران پیش آمده بود و من برخورد کردم ظاهرا در شورای اسلامی شهر تهران، این بود که آیا این مسئولین متعدد و متفاوت برای امروز و فردای این بچه ها، برای یک برنامه ریزی برای این بچه ها، با همدیگه میتونن بشینن؟ میتونن بشینن ببینن که حالا اسمش سازمان بهزیستیه، اسمش کمیته نمیدونم چی چیه، امامه، یا هر کدوم از این مسئولیت های دیگری که درست شده ولی در رابطه با بچه هاست، ولی بدون اینکه برای بچه ها فکر بشه، آیا میتونن اینا با هم دیگه بشینن فکر بکنن؟ اینا همه مسائلیه که من فکر میکنم در مرحله اول باید تعریف کودک مشخص بشه. بچه یعنی کی؟ بچه یعنی اون کسی که به هر حال از ازدواج یک زن و مرد، حالا توی ایران که امروز ما برمیخوریم بچه های بدون ازدواج هم بسیار زیاد هستن، به وجود میاد. این یک دوره ای رو باید طی بکنه، دوران اول کودکیش، دوران دوم کودکیش، دوران نوجوانیش، تا برسه به سن بالاتر از 18 سال دوران جوانیش. این چه دوره هایی رو میگذرونه؟ این که در دنیا این همه اهمیت میدن به این بچه ها یعنی چی؟ یعنی این که آینده مملکتشون رو میسازن. ما چی کار میکنیم؟ ما وقتی که قانون
عملا روشن باز در مورد بچه ها حرفی نمیزنه. مثلا در مورد ازدواج یک بچه وقتی صحبت میکنه میگه پسرها 15 سال یا دخترها 13 سال، حالا سن شرعی رو که میگه 9 سال برای دختر، 9 سال قمری یعنی 8 سال و چند ماه برای یک دختر، تازه به اون هم اکتفا نمیشه، حکم رشد در دادگاه ها مطرح میشه. یعنی اگر که یک دختری از نظر جسمانی فیزیکی درشت‌تر از سن خودش بود، این رو میتونن ببرن به دادگاه و بگن که دادستان و رئیس دادگاه بگن که این میتونه ازدواج بکنه. خب چی میشه؟ اصلا میدونید که واقعا من چرا امروز این بحث رو مطرح کردم؟ خبری رو که خوندم که یک دختر بچه 10 ساله 2 بچه خودش رو اجاره میده. یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ یعنی اینکه یه دختر 10 ساله صاحب 2 بچه شده و حالا اینا رو اجاره میده به دلیل چی؟ به دلیل فقر، به دلیل بدبختی، به دلیل اینکه یک پدر و مادری داشته که زندانی بودن، به دلیل اینکه امکان ادامه زندگی براش نبوده، به این دلایل به کارتون خوابی وادار شده. تو کارتون خوابی همه چی به وجود آمده. این بچه های بی‌هویت کیا هستن؟ اینهایی که شناسنامه ندارن کیا هستن؟ چه اتفاقاتی میفته؟ این 7 میلیون بچه هایی که کودکای کار اسمشونه، اینا کیا هستن؟ اینا کجا میتونن که آینده یک مملکت رو بسازن؟ اینا با چه تربیتی، با چه حداقل هایی؟ آیا دوران بچگی، من هدفم نظرم رو به شما هاست که دارید میشنوید میبینید، بچه شما نباید شادی داشته باشه تو خونش؟ حالا این که شادی نداره به کنار، ما شاهد این هستیم که از حداقل هام، از حداقل خوراک، داشتن یه مسکن، یک مأوا، داشتن یک پدر و مادری که ازش تربیت بکنن، داشتن یک قانونی، یک دستگاهایی که حمایت ازش بکنن، این خانواده های زندانی، این زنان زندانی ما که بر اساس آمار زندان ها میگن که به حال نزدیک 80% متأهل هستن، بچه های شیرده دارن، باردار هستن، بچه های اینها که در زندان به وجود میان یا باشون زندگی میکنن، اینا کیا هستن؟ آیا اینا غیر از همین بچه های ما، فک و فامیل ما، خواهر و برادرای ما، اینا جز اونها؟ اگر اسمشون امروز به دلیلی زندانی که نمیدونم مرتکب کار خلاف شده، معتاد، قاچاق فروش، زندانی سیاسی، آیا اینها رو جامعه ما به وجود نیورده؟ آیا اینها همون نزدیکان ما نیستن؟ آیا ما نمیتونیم در مورد اینها به خودمون، از خودمون خجالت بکشیم، بگیم که این مجموعه است؟ من به حکومت دولت کاری ندارم، چون حکومت دولت تکلیفش معلومه. حکومت دولت برای بچه های ایران، نه برای بزرگای ایران، برای هیچ کس توی ایران اهمیتی قائل نیست. اون به دنبال برنامه های خودشه، براش بچه های نمیدونم حزب الله و سوریه‌ای و نمیدونم عراقی و افغانی و بحرینی و یمنی مطرحه. نه اینکه بگم اونا حقی رو ندارن، من میگم که ما مسئلهمون در ایران، مسئله خودمون در مرحله اوله، همون ضرور مسئله معروف، چراغی که به خونه رواس به مسجد حرومه، اینجا هاست که مسئله ما به وجود میاد. اینجا هاست که ما فکر میکنیم که باید که راه کاری، راه حلی رو دنبال بکنیم. آقای پور محمدی، همون آدمی که به هر حال قاتل زندانیان سال 67 که امروز وزیر دادگستری آقای روحانی است، در سال اول حکومت آقای روحانی میگن که از تعداد جمعیت ایران میزان جرم بیشتره. یعنی هر یک نفر، اون بچه‌ای که متولد میشه، البته به نظر من آمار دقیق نمیگن، چون تعداد جرم از اینها خیلی خیلی بیشتره. یعنی هر کسی هر کاری بکنه مجرمه. این آخرین خبر رو حتما دارید، مادر یک زندانی که در تجمعات مدنی شرکت کرده بوده، احتمالاً به همراه آقای دکتر ملکی، از ملاقات بچهش در زندان ممنوعش میکنن، جرم مرتکب شده.
حالا این جرم هرچی هست هیچ تفاوت نمی کنه. من بحثم رو بیشتر به این طریق دنبال می کنم که هشداری به خودمون بدم. وقتی یه دختر بچه یه 8 ساله رو توی شهر تهران یه معتاد سر می بره، ما نمیتونیم به خودمون نیاییم. باید که فکر بکنیم، باید فکر بکنیم که ما کجا قرار گرفتیم. ما راهی نداریم. من یک خبری رو خوندم، امیدوارم کتابشون زودتر و اینها منتشر بشه، کتاب مؤسسه مهرآفرین که مسئولینشون در مورد بچه ها کار میکنن، در یک قسمتیش خبر از این میده که در بین بچه های 8 تا 13 سال 119 مورد خودکشی پیدا کردن که بچه های کوچولو که به دلیل به حال زندانی شدن پدر مادراشون، موقعیت های اجتماعی که براشون پیش آمده، همه و همه به این سرنوشت دچار شدن. ما کی به خودمون میاییم؟ کی میتونیم که فکر مطرح بکنیم و ببینیم که چه راهی رو ما میتونیم که پیش بگیریم و برسیم به مرحله ای که جامعه‌مون رو، امروز و فرداش رو، ساختن فرداش رو، براش راهی رو پیدا بکنیم. البته من این رو ناگزیر بهتون بگم، جمهوری اسلامی بیکار ننشسته. جمهوری اسلامی فعالیت‌های بسیار زیادی هم در این زمینه داشته. خبر از آمارهایی رو دارم که در طول مدت کوتاهی تونسته تعداد بسیار زیادی از دختر بچه های کوچولو رو که سن بلوغ شرعیشون 9 ساله، از 7 سالگی حجاب براشون به وجود بیاره. خب این دستاورده. یاد دوران آقای خاتمی نمیرم، در سالنامه آماری که دوران آقای خاتمی منتشر شد، که چه تعداد بیشماری ائمه جمعه به مدارس اضافه کردن برای بچه های کوچولو. همه اینا دستاورده. من نمیخوام که اینها رو نادیده بگیرم، ولی ما چی کار میکنیم؟ مایی که ناگزیر باید فکر بکنیم. این بچه ها مال ماست، این بچه ها مال فردای ایران ماست، مال مملکت ماست، مال خانواده های ماست. هر کدوم از این بچه ها به یک خانواده و هر خانواده با چند خانواده دیگر مرتبطه، در ارتباط با همدیگه هستن. تنگاتنگ این مجموعه میشه ملت ایران، این مجموعه میشه که ما ناگزیر باید بهش بپردازیم و راهی رو براش پیدا بکنیم. میشه اعتراض کرد. مرگ بر جمهوری اسلامی فقط نگیم، بیایم دنبال اون مادری بیستیم که اعتراض میکنه که چرا بچه منو گرفتیم، و بگیم که این حقش بره بچهشو ببینه. اون بچه ها حق دارن که یک زندگی حداقل رو داشته باشن. اون بچه ها حق شادی دارن. اون حجاب جلوی همه چی رو میگیره. برای بچه های کوچولو، حالا قانون کشور هر چی میخواد باشه. من با صحبت بچه ها رو میکنم، صحبت اون روز کودک رو میکنم، صحبت اون روز جهانی دختر بچه ها رو میکنم. اینها هستن که آینده مملکت ما رو تشکیل میدن. مطمئن هستم که شما هم فکر میکنید، مطمئن هستم که شما هم در این اعتراض ها شرکت میکنید و بیستید پای این قضیه. راهی رو نداره. مطمئن باشید که اون کسانی که میخوان بیان شما رو سرکوب بکنن، اگر که شما بگید ما نگران بچه هامون هستیم، اونا هم نگران بچه هاشون حتما خواهم بود. به این شکل بهتره با همدیگه در حد اقل ها شریک بشیم، بیستیم سر سرنوشت بچه هامون. تا برنامه دیگر، سپاسگزارم از شما.